خب سلام دوستان، روزتون بخیر یا شبتون بخیر، وقتتون بخیر. در این قسمت از سری برنامه آموزشی ما خودآگاهی رو داریم. همونطور که میدونید مهمتر از هر چیزی اینیست که ما یه شناختی روی خودمون داشته باشیم. حالا شناخت روی اینکه خواسته هامون چیه، نقاط قوتمون چیه، نقاط ضعفمون کجا هست و اهدافمون چیه در زندگی، ارزش هامون کدوما هستن که ما بر اساس اونا بتونیم اهدافمون رو به اصطلاح تعیین بکنیم. خلاصه ترس هامون کجاست، نمیدونم نفرت هامون در کجاها قرار داره. اینها مجموعاً بهش میگن که خودآگاهی، یعنی که مهارت خودآگاهی توانایی شناخت خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس ها و انزجارهای ما هستش. حالا افرادی که خودآگاه هستن ویژگی‌هاشون چیه در واقع؟ ویژگی‌هایی دارن که ما می‌خوایم که در واقع هدف این دورمون اینیست که به اینها برسیم. یعنی اینکه ما بتونیم خصوصیات مثبت و توانایی‌ها و استعدادهای خودمون رو بشناسیم و به اونها افتخار بکنیم. حالا چرا میگین افتخار؟ به خاطر اینکه در واقع ارزش گذاشتن روی اونها هستش که مفید مؤثره، وگرنه ما بگیم که خب من این خصوصیات خوب رو دارم ولی خب که چی؟ خب این که چی فایده ای نداره. مهم این نیست که ما بتونیم به اونها افتخار بکنیم، برای اینکه اونها یه پشتوانه میشن برای اینکه ما بتونیم رو فعالیت های دیگر هم به همون صورت، به همون قوت، قدرت پیش بریم. خصوصیات منفی و نقاط ضعف خودشون هم میشناسن افراد خودآگاه. یعنی چی؟ یعنی میپذیرن که این ویژگی‌های منفی رو دارن. حالا چطوری میتونن به اصطلاح غلبه بکنن به اونها و اونها رو اصلاحشون بکنن؟ پس این هم مهمه. موفقیت و شکست‌های خودشون رو اونا هم میشناسن، از موفقیت‌های خودشون به اصطلاح بهشون افتخار میکنن و از شکستاشون درس میگیرن که در مواقع بعدی بتونن یه روش بهتری رو اتخاذ بکنن. از لحاظ جسمانی به ویژگی‌های جسمانی خودشون هم اونایی رو که میپذیرن و میپسندن اونا رو شناسایی میکنن و اون قسمت‌هایی که به اصطلاح خیلی قابل قبولشون نیست اونها رو میبینن که تا چقدر میتونن تغییر بدن، قابل تغییر اصلا یا اینکه نیست اصلا قابل تغییر و باید بپذیرن. افکار و باورهاشون هم همینطور میدونن که چیه، میدونن که چه افکار و باورهایی دارن. البته اینها سخته و ما به مرور در این جلسه اینها رو میآموزیم که چطوری روشون کار بکنیم. کسایی هستن که به خود و دیگران احترام میگذارن و برای رسیدن به اهداف خودشون بر اساس ارزش‌هاشون به اصطلاح اون اهداف رو تعیین میکنن. چرا؟ چون که اگر ما ارزشمون یه چیزی باشه و هدفمون چیز دیگه باشه، وقتی که ما اون هدف رو دنبال میکنیم میرسیم به انتها، بعد میبینیم که با ارزش‌های ما مغایره، بنابراین اون رضایت لازم رو کسب نمیکنیم. پس خیلی مهمه که ابتدا قبل از اینکه ما تعیین هدف بکنیم ببینیم که اصلا ارزش‌هامون کدومه و کجاست. خب حالا خودآگاهی یک چیز نیست، سطوح مختلف داره و ما میتونیم اینطور بگیم که از اون آگاهی‌های شروع میشه به اصطلاح این سطوح مختلف که در دو بخشه، من میدونم، دیگران هم میدونن. خب حالا اینا متفاوت میشه. در اولین سطح و به اصطلاح اون سطحی ترین لایه خودآگاهی ما داریم که آگاهی های هستن که هم خودمون میدونیم هم دیگران میدونن. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من میدونم دیگرانم میدونن. مثلا ممکنه من یه فرد مهربونی باشم، خودم هم اینو میدونم، دیگرانم اینو دونستن، بنابراین چیزی اینجا مخفی نیستش، نه از خودم نه از دیگران. یه بخش دومش هست، زیرینش هستش که من میدونم ولی دیگران نمیدونن.
یعنی این قسمت به اصطلاح بهش میگن پوشیده. این قسمت کجاست؟ اون موقعیه که یک احساسات و افکاری ما داریم ولی دیگران نمیدونن. شما کمدین‌ها رو در نظر بگیرید، وقتی که میان برنامه اجرا میکنن همگی میگن که به چقدر سرحاله، چقدر خوشحاله، اصلا انگار که هیچ غمی نداره، در صدی که خودش میدونه که واقعا مسائل و مشکلاتش چیه و چقدر غم و غصه ممکنه داشته باشه. خب نمونش هم چارلی چاپلین، کمدین خیلی معروف که تا موقع مرگش خب کسی خیلی اسرار رو نمیدونست که چیه. یه بخش دیگه هم هستش که ما نمیدونیم ولی دیگران میدونن. این کجاست؟ اون موقعی هستش که در واقع یک رفتارهایی رو در ما دیگران میبینن که ما خودمون از اون آگاه نیستیم. مثلا اگر که به عنوان یک مدیر شرکتی هستیم، دیگران میگن، کارمندا میگن که چقدر سختگیر طرف، چقدر خشک و انعطاف ناپذیره، در صورتی که ما خودمون اصلا قبول نداریم. ما فکر میکنیم خیلی هم انعطاف پذیریم و اصلا در این مورد هیچ مشکلی نداریم. خب اینجا نقطه کور ماست، نقطه که ما خودمون بهش اشراف نداریم و لازمه که تو تمرین ها به اینها به اصطلاح آگاهی پیدا بکنیم. و بعد بخش آخر اون قسمتیه که نه من میدونم نه دیگری، و اون قسمتیه که تو ناخودآگاه، اعماق ناخودآگاه منه، و معمولا این بخش در روانکاوی ها به اصطلاح آشکار میشه. حالا ما میخواییم که تا جایی که میتونیم روی این سه بخش اولیه اینجا کار بکنیم، یعنی آگاهی ها رو به اصطلاح به خوبی بشناسیم و اونهایی که بر ما پوشیده است یا بر دیگران پوشیده است اونها رو به اصطلاح رو بیاریم. و هر چی که این کارشناسان بهداشت عمومی گفتن یا بهداشت روان گفتن که هر چی که این آگاهی ها از ناخودآگاه از قسمت های پایین به سطح بالاتر بیاد، سلامت روان ما بیشتر تامین شده. در اصل این جدولیه که به صورت یک پنجره به نام پنجره جو و هری اول گفته شده و من به این صورت کشیدم که حالا خیلی مشخص باشه و نیازی به دیگه نوشتن بیشتر نداشته باشه. خب اول از همه این است که ما ویژگی های مثبت خودمون رو بشناسیم. ویژگی های مثبت ما کدومن؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اهمیت نگریستن ما به خودمون، یعنی اینکه ما بتونیم این ویژگی‌های مثبت رو که در لایه‌های پایینی ذهن ما هست به لایه‌های بالایی بتونیم استخراج بکنیم و بیاریمشون بالا، اون چیزایی که الان ما در حال حاضر بهش آگاهی نداریم. و اینکه بتونیم که این ویژگی‌های مثبت رو چه کوچک چه بزرگ اینها رو شناسایی بکنیم و به اونا افتخار بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا تکیه‌گاه مهمی میشن برای فعالیت‌های دیگه‌مون. خب حالا شاید فکر کنید که ما اگر که ویژگی‌های مثبتمون رو ببینیم، این یعنی این که ما خودخواهیم دیگه، ما یعنی این که این باعث برور ما میشه، باعث تکبر ما میشه، در صورتی که اینطور نیست اصلا. یعنی یه فرد خودآگاه و فرد خودشیفته تفاوتشون در اینه که ببینید فرد خودآگاه هیچ وقت تحقیر نمی کنه کسی دیگر رو، یعنی همونطور که ویژگی های مثبت خودش رو می بینه ویژگی های مثبت دیگری رو هم می بینه، در صورتی که فرد متکبر فقط خودش رو می بینه و دیگری رو در نظر نمی گیره. و دوم این که فرد خودآگاه همونطور که الان گفتیم نکات منفی شخصیتی یا فکری خودش رو هم میبینه، در صورتی که فرد خودشیفته اصلا باز اونا رو نمیبینه. خب حالا اینجا میخواییم که یه تمرینی داریم. این تمرین اینیست که شما بشینید الان اینجا رو نگه دارید همینجا و بشینید و یه کاغذ مداد دستتون بگیرید، شروع بکنید به نوشتن ویژگی های مثبتتون.